یک جمله انشائیه. بله. چرا؟ آخه علامت سوال داره. هل، آیا. پس چی باید حسابش کنم؟ تصور باید حسابش کنم. بعدی، ای کاش زمین گریان نبود. آقا این یک جمله انشائیه. بله. چرا یک جمله انشائیه؟ آخه دعاییه. وقتی ای کاش داره یعنی دعاییه. بله. پس چی باید حسابش بکنم؟ پس تصور باید حسابش کنم. خیلی راحت، خیلی مرتب، خیلی درست حسابی. آقا برو. خب برو فعل امره. بله. پس یک جمله انشائیه. بله. حالا که یک جمله انشائیه باید تصور حسابش کنم. رفت. آره آقا رفت یک جمله خبریه. بله. حالا که یک جمله خبریه باید تصدیق حسابش کنم. بله. خیلی خوشگل و مرتب، خیلی خوشگل و مرتب. یا به مدرسه می روم. خب آقا این یک جمله ناقصه. بله. وقتی یه جمله ناقصه پس باید تصور حسابش کنم. یا به مدرسه می روم یا چی؟ ها؟ یا چی؟ یاشو نگفته، ناقصه. بعد باید تصور حسابش کنم. میبینی؟ توانا بود هر که. خب توانا بود هر که چی؟ ادامش کو؟ این یک جمله ناقصه. دقیقاً. پس باید تصور حسابش کنم. هزار مرتبه خدا رو شکر. یعنی الان تا قیامت هر مثالی به شما بدن قطعاً شما خواهید توانست، قطعاً شما خواهید توانست که تشخیص بدید تصور یا تصدیق. به همین راحتی عزیز دلم. میبینی؟ به همین راحتی. خیلی مطلب تو همین جلسه فرست کلاس هم من یاد گرفتید. خیلی مطلب یاد گرفتید. بیاییم ما هم دیگه دوره بکنیم. آقا منطق ریشه چی بود؟ نطق. نطق یعنی چی؟ تفکر در قالب سخن گفتن. منطق راجب چی صحبت میکنه؟ قواعد درست اندیشیدن. اندیشیدن بر چند قسمه؟ بر دو قسمه. یک تعریف، دو استدلال. اولیش چیه؟ تعریف. مهمترینش چیه؟ استدلال. تعریف رو چی؟ رو تصور. استدلال رو چی؟ رو تصدیق. آقا من میخوام یک چیزی رو تعریف کنم. خب اون چیزه چی بود؟ تصور. که به چیش برسم؟ چیستیش. آقا من میخوام یک چیزی رو استدلال کنم. خب اون چیزه چی بود؟ تصدیق. که به چیش برسم؟ چراییش. تصور اسم دیگهش مفهوم، تصدیق اسم دیگهش جمله. چند تا تصدیق داریم؟ دوتا. یا جمله خبری یا جمله انشائی. تو منطق با کدوم کار داریم؟ خبری ها. به انشائی چی میگیم؟ میگیم تصور. پس تصدیق همون جمله خبریه. آره. اسم دیگهش قضیه. پس تصدیق همون جمله خبریه، همون قضیه است، چیزی که آخرش نقطه داره. نشونه های انشائیمون چیه؟ سوال، تعجب، امر، نهی، دعا. تموشت رفت. خیلی خوشگل، خیلی عادی، خیلی راحت، خیلی پله پله، خیلی با آرامش، بدون اینکه کوچکترین عجله‌ای داشته باشیم. این یعنی منطق یاد گرفتن. خیلی خوب. فقط یه نکته دیگه تو همین حوزه بهتون بگم. عزیزای دل من، خیلی حواستون باشه به این نکته. چه توی تعریف
چه توی استدلال ما از سمت معلوم ها به سمت مجهول ها حرکت میکنیم. اینو یادتون باشه، اینو خیلی دقت بکنید. چه توی تعریف چه توی استدلال ما از معلوم ها حرکت میکنیم به سمت مجهول ها. شما وقتی میخواین یه چیزی رو تعریف کنین چیکار میکنین؟ تصورات معلومی که تو ذهنتون هستش رو میچینید، بعد به کمکش میاین یه چیزی که براتون مجهول بوده رو برای خودتون معلوم میکنید دیگه. مثلا نمیدونی مثلث چیه، مثلث مجهول.